سلام دوستان، من نیما هستم و اینجا نیمانی هست. درباره مسائل رسانه، سرگرمی و حواشی اون با هم صحبت میکنیم به صورت معمولا روزانه. ازتون خواهش میکنم که قبل از اینکه بس رو پی بگیریم کانال رو سابسکرایب کنید و تیک زنگوله اون رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی براتون بیاد سریع. اما درباره چی بخوام صحبت کنم این مدت؟ یه سری اتفاقات افتاد که یه سری اتفاقات داره میفته تو این چند روز اخیر که به نوعی یک پدیده جهانی رو برای ما تو ایران ملموس‌تر میکنه. ایرانی‌ها یادشونه که سالهای 80 به قبل 76 79 78 79 80 تا 81 اینا ما دو مدل مجله داشتیم، روزنامه داشتیم که مثلا یه نفر حرف می‌زد میگفت ای باید باشد ولی ب نباشد، مثلا خاتمی یا مثلا افراد دیگه‌ای که از اصلاح طلبا بودن و یه سری روزنامه تیز می‌زدن خاتمی دو نقطه فلان باشد، یه سری روزنامه مختلف بودن تیز می‌زدن نباید باشد. حالا چه اتفاقی می‌افتاد؟ مشکلی که پیش می‌اومد این بود که ما باید هر دو تا رو می‌خریدیم، هر دو روزنامه رو، تا اینا رو با هم منطبق کنیم و ببینیم که حقیقت چیه. اما خب شاید هم گاهی حقیقت بین این دو تا قربانی می‌شد. حالا یه اتفاق دیگه افتاد، کم کم رسانه‌های کاغذی، رسانه‌های رسمی گنده ارزش و اعتبارشون رو از دست دادن، تا حدودی کمتر و کمتر و کمتر شدن و به جاش رسانه‌های آنلاینی اومدن که مثل وبلاگ‌ها، مثل سایت‌های خصوصی شخصی و بازار هنوز اونقدر گنده نشده بود که آدم‌ها میتونن حرفشون رو بزنن. بعد از این ماجرا چه اتفاقی افتاد؟ رسانه‌های بزرگ مثلا بی بی سی و راه اندازی سایتش و دیگران قبل از اینکه تلویزیون هم اینا به وجود بیاد یه جوری اومدن فضای خبری آنلاین رو خوردن و در نهایت تصمیم گرفتن با پشتوانه اون تجربات تلویزیون‌ها رو راه بندازن. تلویزیون‌هایی راه افتاد که باز تلویزیون‌هایی بود بسیار قدرتمند برای مخاطب، جذاب و خب چابک، و تا الان این روند رو میبینیم که همینطور تلویزیون های جدید رو اندازی میشه، تلویزیون هایی که یکی از دیگری قدرتمندتر، ظاهر بهتر، نور جذاب و همه اینها هست و شما میتونید ببینید و ببینید و ببینید. و چند وقتی هم هست که اتفاقا تولیدات تصویری فارسی به زبان فارسی ولی در خارج از ایران اونقدر زیاد شده که شما تو 24 ساعت ممکن است نرسید که خیلی از برنامه ها رو ببینید. اما یک تجربیاتی کسب کردند که تجربیات جهانیه. مثلا توی این مدت رسانه ها شروع کردند گفتن این که انتخابات ترامپ مهمه، انتخابات آمریکا مهمه، انتخابات آمریکا مهمه و خیلی مهمه، چون به خاطر همین که مهمه ما خیلی بهش میپردازیم، خیلی خواهیم پرداخت، برای شما هم مهم باشه. ولی مثلا توی 24 ساعت اول که طی شد یه سری مصاحبه ها شروع شد که نه، حالا اونقدرم که مردم ایران فکر میکنن انتخابات مهم نیست. یا مثلا شروع کردن تحلیل کردن که حالا چرا ما نشستیم برنامه رو انگار دیدیم، اونا انگار مثلا حقوقش نگرفتن. بعد حالا اتفاقی که افتاده اینه که ما اشتباه کردیم که اونا رو دیدیم. مثل کسی که مثلا انگار مثلا دو چرخه داره بهت میفروشه، میگه که دو چرخه خیلی خوبه، دو چرخه سالمه، باهاش میتونی رانندگی کنی، باهاش بری رسانه کرونا کمتر احتمال داره بگیری، همه اینا. دو چرخه رو خریده و دو چرخه میری میای، بعد میگه که حالا دو چرخه نداشتین مهم نیست، میتونی پیاده بری، میتونی تاکسی بگیری بری، ولی خب به هر حال تو به اون مقصد میرسی. ولی خب پول دو چرخه رو نیست پس بگیره، بعد دوباره دو چرخه رو بده و پولش رو پس بده. رسانه ها یک جورهایی دارن افکار ما رو به طور بی‌مسئولیت پذیری، یعنی بدون اینکه حرکت مسئولانه ای باشه، میخورن و وقتمون رو، انرژیمون رو، مغزمون رو و ایده هامون رو جذب میکنن و در نهایت هم میگن چیز مهمی نیست و پاش هم وای نمیستن. یا به طور مختلفی دارن نظریاتشون رو به ما ابلاغ میکنن و ما رو میخورن باهاش، اما در نهایت میگن که نظر ماست. مثلا دقت کنید بین رسانه های مختلف نوع استفاده ای که از شبکه های اجتماعی میشه، اینکه میان و بخش هایی از شبکه های اجتماعی، توییتر، اینستاگرام، فلان 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 رو میارن میذارن و پوش میکنن توی رسانه ها و به صورت گسترده به افراد زیادی میگن شما توییتر رو نگاه نکنید و ما میخواییم توییتر رو
براتون چک کنیم و اونایی که برای نظر ما مهم باشه، رفیقمونه یا به نفعمونه، همه اینا رو میذاریم. حالا دو تا هم کنارش مخالف میذاریم که شما فکر نکنید که ما داریم همچین کاری میکنیم. خب اتفاقی که میفته چیه؟ اینکه افراد زیادی رو از جستجوی شخصی دور میکنن و حالا کانالیزه کردن اطلاعات رو انجام میدن و این بسته هایی که ارائه میشه، بسته هایی که محتوا تولید کرده، براش هیچ هزینه ای نپرداخته، هیچ مسئولیتی نداره در قبالش و اون رو به خورد مخاطب میده دوباره. حالا این موضوع در مقیاس بزرگترش توی انتخابات آمریکا داریم میبینیم که اتفاق میفته. درسته که CNN و فاکس و فلان و فلان با هم ممکنه بد باشن، اما درباره یک موضوعی با هم خیلی اتفاق نظر دارن و اونم این که رسانه‌های قدرتمند مینستریم باید وجود داشته باشن و رسانه‌های کوچک رو میشه کوبید. حالا یک مدتی توییتر و فیسبوک و این چیزها اومدن و سعی کردن که این خط رو بشکنن، ولی در واقع حالا معلوم شده که توییتر و فیسبوک و بقیه رسانه‌هایی نیستن که حاضر باشن پای تضارب و آرا واستن. دو مدل رسانه داریم ما. یک رسانه رسانه‌هایی که خبری‌ان و خب اونها حق ندارن هر چیزی رو بگن، ممکنه اگه بگن بهشون ایراد بشه گرفت. یه سری رسانه هستن پلتفرم خبری‌ان، مثل توییتر، مثل همین یوتیوب، که مسئولیتی صاحبان یوتیوب در قبال گفته‌های من ندارن. مسئولیت صحبت های هر کس به خودش مربوطه. حالا این مرز شکسته شده، کاری ندارم که حالا به نفع ترامپ یا اصلا به ضرر ترامپ یا هر چیزی، ولی این به عنوان یک شاخص‌ترین نمونهش اینه که اخبار پرت و پلا از هر طرف که بیاد اشکال نداره، ولی از یک طرفی که مدیران توییتر دوست ندارن قطع میشه و یا هشدار زیرش میاد. افرادی که دوست داشته باشن میتونن هر حرفی بزنن و الگوریتم هایی که ما نمیدونیم به چه صورت پخش میکنه اینها رو پخش کنه و به همه نشون بده. و از اون طرف بعضی از محتوا مثلا مثل نیویورک پست، چیزایی مربوط به پسر بن لادن، پسر جو بایدن ببخشید، پسر جو بایدن و دیگران وقتی پخش میشه ممکنه حتی لینک دادن به اون پست هم دچار مشکل بشه و پاک بشه. این مسئله نشون میده که خب منافع تجاری اگر به صرفه حاضرن هر حقیقتی رو پاک کنن. ما شما مثل ترامپ نیستیم که بتونیم از حقمون دفاع کنیم و حالا مثلا هر حرفی هم که میزنیم حتی اگر چرت باشه هم بتونیم به گوش رسانه دیگه برسونیم. باز این قدرتمندترین یه جورایی لات سر گردن هم که ببینیم داره اینجوری هست میشه، بیشتر باید ما خودمون بترسیم از اینکه یک جور اقتدارگرایی تمامیت خواهانه به صورت دیجیتال داره شکل میگیره، نوعی که ما خیالمون راحت میشه که مثلا مثل چین نیست که همه چیز در واقع رنگی داشته باشن، آدم ها که مثلا بر اساس اینکه این رفتار رو داشتن حق استفاده تسهیلات داشته باشن نداشته باشن، یا مثلا تو قرنطینه اگه برن بیرون معلوم میشه و میفهمن بر اساس اسکن افراد. جست غرب در این زمینه و تکنولوژی های غربی خیلی جست بازتریه، اما در عمل پیچیده تر داره همون کار رو میکنه به نوعی، به این شکل که میذاره شما حرف بزنید اما حرف شما به افرادی که میخواین و افرادی که خودش سابسکرایبر و فالوور شما هست هم ممکنه نرسه. در خلع صحبت کنید، ممکنه فکر کنید که اطرافیانتون همه دارن میبینن دیتاتون رو ولی افراد دیگه دسترسی پیدا نمیکنه بهش و یا دسترسی پیدا کردن رو سختتر و سختتر و سختتر و سختتر میکنه. اینها روش هایی که فعلا معلومه و میدونیم که آقا جان الگوریتم های اینا چجوری کار میکنه، الگوریتم چطور منافع تجاری رو فراهم میکنه و تا حالا میدونستیم که اگر مثلا اتفاق افتادی که من درباره عینک صحبت بکنم و برم سایت رو باز کنم و آگهی عینک بیاد، استفاده تجاری داره میکنه از دیتا و حرفایی که من میزنم. اما اینکه استفاده به تجاری بودن مختص بمونه خیلی خطرناکه اگر نمونه و احتمالاً این اتفاق داره کم کم میافته. راه حلش چیه؟ راه حلش به نظر من اینه که رسانه های مستقلتر، نامتمرکزتر و مدرنتری ولی با بودجه های شخصی راه اندازی کنیم و سعی کنیم پلتفرم هایی بسازیم که این پلتفرم ها اجازه بده به اینکه یک چرخه اقتصادی براشون ایجاد بشه، یا از اون پلتفرم ها به نحوی استفاده کنیم که کمترین ضرر بهمون زده بشه، مثل یوتیوب که فعلا حداقل کارنامه بهتری از فیسبوک و اینستاگرام و توییتر داره.
یه مرحله و یه حالت دیگه هم اینه که ما همیشه با این رقابت ها و اختلافات اینو بازی کنیم با من کاربرای بی پناه. مثلا توییتر هست پارلر، اینستاگرام هست یه نمونه دیگهش، تیک تاک یا دیگری هست. بریم از نمونه های کوچکتر استفاده کنیم، طوری که اینها اگر بزرگ شدند بتونن برای هم این ضربگیرهای بیشتری بسازن در قبالش برای ما. همه این موضوع نوزاتیه که از رسانه های فارسی تصویری مخصوصاً و رسانه هایی که پلتفرم هستند آموختیم توی این یک هفته گذشته و بسیار ملموستر دیدیم که ماجرا به چه شکل پیش میره و به نظر من نیاز داریم به اینکه همدیگه را حمایت کنیم و از طرفی هم استفادهمون رو منحصر به این رسانه های انحصار طلب نکنیم. درباره این موضوع بیشتر و به زودی صحبت میکنیم با هم. من لینک کانال های اجتماعی که خودم دارم توی پلتفرم ها، توی اینها و آلترناتیو هاش همه رو لیست میکنم این پایین، که خوشحال میشم اگه فالو بکنید من رو، سابسکرایب کنید یا جوین بشین کانال رو، سابسکرایب کنید و تیک زنگولش رو بزنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. نظر شما و تجربیات شما زیر این پست میتونه برای من خیلی مفید باشه و راهگشا برای اینکه توی ویدئوی بعدی بتونم از نظرات شما استفاده کنم و اون رو نقل کنم. مرسی، تا ویدئوی بعد، خدافظ.